سرخط مهمترین خبرها. طالبان از زمین و هوا حملات خود را بالای مولوی مهدی آغاز کردند. در نتیجه انفجار نارنجک در مرکز لوگر 5 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. طالبان در بدخشان یک پلیس محلی حکومت پیشین را تیرباران کردند. طالبان در همکاری با قطر و امریکا یک همکار القاعده را از گوانتانامو آزاد کردند. و فایق، نگرانی های امنیتی به دلیل حضور گروه های تروریستی در افغانستان در حال افزایش است. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. در نتیجه انفجار نارنجک در مرکز لوگر 5 طالب مسلح کشته و زخمی شدند. منابع محلی در ولایت لوگر میگویند که در نتیجه انفجار نارنجک در مرکز این ولایت 5 طالب کشته و زخمی شدند. یک منبع محلی در ولایت لوگر به روزنامه 8 صبح میگوید که این نارنجک به گونه سطحی در میان نیروهای طالبان انفجار کرده و در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. و گفته منبع، این رویداد پس از چاشت پنجشنبه دوی سرطان در داخل کمپ لوای 203 منصوری طالبان در مرکز ولایت لوگر رخ داده است. پیش از این در یک رویداد دیگر در لوگر یک طالب در پی شلیک یک طالب دیگر کشته شده بود. طالبان در بدخشان یک پلیس محلی حکومت پیشین را تیرباران کردند. منابع محلی در بدخشان با اماید نیوز میگویند که طالبان در قریه خورک ولسوالی کشمی این ولایت یک پلیس محلی حکومت پیشین را تیرباران کردند. و گفته منبع، این رویداد شب گذشته پنجشنبه دوی سرطان رخ داده است. منبع از این پلیس محلی حکومت پیشین به نام عابد یاد کرده است. همزمان با کشتار نظامیان پیشین، طالبان همواره چنین موارد را رد می کنند و می گویند که به فرمان عفو عمومی پابندی دارند. طالبان در همکاری با قطر و امریکا یک همکار القاعده را از گوانتانامو آزاد کردند. اسدالله هارونگل، زندانی متهم به همکاری با القاعده به کمک طالبان و دولت قطر از زندان گوانتانامو آزاد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان روز جمعه 3 سرطان. از آزادی اسدالله هارونگل، مشهور به آرون الافغانی که در سال 2007 از ننگرهار بازداشت و به گوانتانامو منتقل شده بود خبر داده است. در اعلامیه طالبان آمده است که آزادی اسدالله هارونگل در نتیجه گفتگوی آنان با امریکا و کمک دولت قطر به دست آمده است. مجاهد گفته است که آنان با کشورهای مختلف برای رهایی زندانیان افغان در حال مذاکره هستند. گفتنی است که فرد آزاد شده با نام اسدالله هارونگل با سن 40 ساله در جون سال 2007 به عنوان فرماندهی یک گروه تندرو القاعده از سوی امریکایی ها بازداشت و در گوانتانامو زندانی شده بود. فایق، نگرانی های امنیتی به دلیل حضور گروه های تروریستی در افغانستان در حال افزایش است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان گفته است نگرانی های امنیتی به دلیل حضور گروه های تروریستی در افغانستان در حال افزایش است. او روز گذشته پنجشنبه دوی سرطان در نشست شورای امنیت سازمان ملل که درباره افغانستان برگزار شد با انتقاد از تلاش های طالبان جهت انحصار حاکمیت تنها مردانه و افراد وابسته به آنان با ایدئولوژی مذهبی و همچنین حذف سیستماتیک سرمایه بشری افغانستان به شمول زنان، خواهان توقف عرب و اشد، شکنجه و کشتار غیر نظامیان در ولایت های پنجشیر، بغلان و تخار شده است. و گفته فایق، نگرانی های امنیتی به سبب حضور گروه های تروریستی و حضور القاعده داعش و جنگجویان خارجی در افغانستان در حال افزایش است.
و در کنار آن حمله های تروریستی و انفجار در مرکزهای آموزشی و مکانهای مذهبی نیز افزایش یافته است. دومین روز درگیری در بلخ، طالبان جنگ در برابر مولوی مهدی را از زمین و هوا از سر گرفتند. منابع محلی با آماج نیوز می گویند که طالبان جنگ در برابر نیروهای مولوی مهدی را در ولسوالی بلخ ولایت سرپل از زمین و هوا از سر گرفتند. منابع محلی می افزایند که در دومین روز درگیری میان نیروهای طرفدار مولوی مهدی مجاهد و طالبان در این ولسوالی آمار تلفات طالبان به 20 کشته و 40 زخمی افزایش یافته است. و گفته منبع، در نتیجه این درگیری ها از نیروهای مولوی مهدی در بلخ تا اکنون 3 نفر کشته شده است. منابع می افزایند که درگیری شدید صبح امروز در سایه قلمکوتل از سر گرفته شده است. از سوی هم به گفته منابع، طالبان تمام راه های مواصلاتی بلخ را مسدود کرده و به هیچ کسی حتی به غیر نظامیان اجازه رفت و آمد نمی دهند. طالبان روز گذشته بر ولسوالی بلخ سرپل حمله کردند و همکنون درگیری جریان دارد. اما نزدیکان مولوی مهدی ادعا دارند که تا اکنون در چندین ساحه حمله ها را عقب زده و چندین اراده موتر و هاموی طالبان را تخریب و به غنیمت گرفتند. قاری فیض‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان و فرمانده قلوردوی بلخ و هرات که در سرپل هستند، رهبری درگیری را بر عهده دارند. یک مقام دولت پیشین افغانستان به دعوت طالبان به کابل بازگشت. هدایت امین، وزیر مالی سابق افغانستان، روز پنجشنبه 2 سرطان به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان که طالبان ایجاد کردند به کابل بازگشت. احمدالله سخنگوی این کمیسیون با انتشار تصاویر از ورود امین در تویت نگاشته است که اعضای کمیسیون مذکور با برخی از مقام‌های دولت پیشین تماس گرفتند و قرار است در روزهای آینده نیز برخی دیگر از آنان به افغانستان بازگردند. در تصاویر منتشر شده از ورود امین به افغانستان، مقام های طالبان به گرمی از او استقبال می کنند. هدایت متولد سال 1320 در کابل است. او لیسانس اقتصاد و علوم سیاسی دارد و از دانشگاه واشنگتن امریکا دکترای اقتصاد گرفته است. او 18 سال کارمند بانک جهانی بود و در سال 1366 به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب رهبری سید احمد گیلانی شد. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.